خب محسن مهرعلی زاده متولد 1335 در مراغه، یعنی 65 سالشه الان. انقلاب که میشه 22 سالشه، ایشون تو کمیته های انقلاب اسلامی مراغه انقدر فعاله که میشه اولین فرمانده سپاه پاسداران مراغه. سال 58 هم میشه عضو هسته مرکزی تصفیه دانشگاه که بهش میگن انقلاب فرهنگی، پاکسازی دانشگاه از ضد انقلاب و فلان اساتید. سال دار و دسته اصلاح طلبا بوده و سال 1176 تو دولت اول خاتمی میشود استاندار خراسان از مراغه میره خراسان. تو دولت دوم خاتمی میشه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی. مدیر عامل شهاب خودرو بوده، عضو هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع بوده، معاون سازمان انرژی اتمی بوده، رئیس هیئت مدیره بانک دی بوده، رئیس هیئت مدیره بیمه دی بوده. خلاصه مثل بقیهشون تخصصی نبوده که نداشته باشه. بعد سال 88 هم میخواد بشه رئیس جمهور. دیگه به کمال رسیده بوده در نظام مقدس. شورای نگهبان صلاحیتش رو رد کرد سال 88. حالا چرا قبول کرده دیگه با خودت جنس باید جور باشه. صلاحیتش رد کرد، بعد یه دست شده بود مثلا آقا امام خامنه ای آمدن، چهار تا بیشتر نمونده بودن، آقا امام خامنه ای آمدن حکم حکومتی دادن که قبولش کنی. شورای نگهبان هم مهرعلی زاده رو هم دکتر مصطفی معین رو که اونم نامزد اصلاح طلبا بود به دستور آقا تأیید کرد. مصطفی معین و مهرعلی زاده ایش کدومشون مهم نبودن در اون انتخابات، ولی خب به هر حال جنس باید جور میشد دیگه. مهرعلی زاده البته فامیل آقاست، آقا امام خامنه ای، فامیل سعید طوسی هم هست، همون سعید طوسی معروف. اینجوری بگم براتون که ببینین، سید علی مقدم که میدانید سبزواری است، گفتم مفصل، و پسرخاله آقای امام خامنه ای است. این رئیس شورای عالی قرآن و مسئول روابط مردمی بیت رهبر معظم با جناق محسن مهرعلی زاده است. بعد زن دوم سعید طوسی معروف خارزاده سید علی مقدمه. سید علی مقدم هم که گفتم پسرخاله خامنه ای است. یعنی محسن مهرعلی زاده با پسرخاله رهبر معظم با جناقن. حالا این آقا محسن مهرعلی زاده، ببخشید جناب مهندس محسن مهرعلی زاده، همه چون یا دکترن یا مهندس، این آقا که تو این بلبشو میخواد رئیس جمهور بشه، میخواد چه گلی به سر مملکت بزنه؟ برنامه چی آقای محسن مهرعلی زاده؟ حالا میگه. فقط حواستون باشه که چه معادله مهمی رو کشف میکنه ایشون. افزایش تولید هم در داخل به اصطلاح خواهد تونست که به ارزش پول ریالمون قوت بده در مقایسه با ارزهای خارجی، و هم خواهد تونست در عرصه صادرات و آوردن دلار بیشتر بتونه کمک بکنه و محدود به درآمدهای محدود نفتی نباشیم، و در نتیجه در حال اون عرضه دلار تو کشور زیاد میشه و در یک محاسبه عرضه و تقاضا بین ریال و دلار اتوماتیک قیمت ریال به این ترتیب ارزش بیشتری پیدا میکنه و کاهش قیمت دلار در پی خواهد داشت. شیره را خورد و گفت شیرین است، تولید که بره بالا ارزش پول میره بالا، ارزش پول ملی. ریال که ارزشش بره بالا ارزش دلار میاد پایین.
خیلی مهمه فهمیدن اینا ها. بعد حالا مهندس جون، زمان بندیت برای اینکه این کشف تو بتونه در جریان بیفته و به نتیجه برسه، لااقل مقدماتی زمان بندیت برای این کار چقدره؟ بسته به این داره که ما بتونیم توی 6 ماه اول سال با لغو بخشنامه های زاید و اون باز کردن گره هایی که در مسیر تولید هست چقدر موفق باشیم، که من فکر میکنم در عرض یک ماه و نیم با لغو بخشنامه ها و ایجاد این حرکت و امید در مردم خواهیم تونست تولید ببریم بالا، اتوماتیکوار اثر این افزایش تولید رو در ماه های پایانی سال خواهیم دید. یه ماه تولید رو میبریم بالا، اینم با دستور میگیم، با بخشنامه که میدیم، بخشنامه میدیم تولید رو میبریم بالا یه ماه، همون ماه اول. بعد ماه دوم چی کار میکنیم مهندس جون؟ بعد افزایش 5 برابری یارانه 5 دهم پایین درآمدی جامعه وعده است که از ماه دوم آمد. اینا وعده علکی نیست، اینا نبوغه، اینا نبوغه، از سر کول مملکت بالا میره. یکی دیگه شون هم اومده میگه که من 500 میلیون تومان میدم به هر کسی که میخواد ازدواج بکنه، 500 میلیون تومان همین جوجی. ما نمیدونم فریاد بکشم، نمیدونم آدم بخنده به این تراژدی جاری در مملکت تروریست های حاکم بر ایران که هم شخصیت مردم رو ترور کردن و میکنن و هم مبارزان و روشنفکران رو ترور کردن و میکنن و هم با درست کردن هسته های ترور و انفجارهایی که در خارج از ایران میکنن آشوب در کشورهای دیگه به راه میندازن. اینا تخصصاشون ایناست و هر طرح اقتصادی هم که مثلا میده همناش که شنیدین. فرصت طبیعتا نیست و اهمیتی هم نداره واقعا که من برای شما که میدانید اینا رو بیام بگم مثلا طرفی که میگه من 500 میلیون تومان میدم، محسن رضایی مثل که گفت که من 500 میلیون تومان به هر کی بخواد ازدواج بکنه میدم، بیایم ببینیم که آمار کسایی که میخوان ازدواج بکنن و برای 10 میلیون تومان وام نمیتونن از بانک بگیرن گیرن آمارشون چقدره. 10 میلیون تومان وام نمیتونه از بانک بگیره، 500 میلیون تومان تو برمی داری میدی من از کجا میارین؟ نبوغ شما حد اکثر در زمینه مالی و اقتصادی درست کردن مافیای خانوادگی و خورده مافیا با اطرافیانتونه. همین مهرعلی زاده یک مافیای خانوادگی درست کرده با مدیریت پسرش یاسر جان. من فقط چند تا نمونه میگم. از سال 85 که دیگه محسن مهرعلی زاده معاون خاتمی نبود، چون دیگه خاتمی رئیس جمهور نبود، اردیبهشت 85 مهرعلی زاده اینا خانوادگی یه مؤسسه خیریه ثبت میکنن به اسم خیریه پیوند مهر. بارها گفتم تو این برنامه که خیریه ها به ویژه در گزارش کردم که در ایران به ویژه خیریه ها، در بعضی کشورها هم همینطور هست پیدا میکنیم، ولی در ایران به ویژه در کشور بی حساب کتاب ایران یکی از مراکز معمول پولشویی و فرار از مالیات همین خیریه ها، آب کردن پول قاچاق همین خیریه هان. سال 85 خیریه خانوادگی رو میزنن، همون سال 85 یاسر جان یه شرکت میزنه، خودش هم میشه مدیر عاملش، به اسمش شرکت طراح صنعت شاره. اگه شما پیدا کردین که این شرکت صنعت شاره با چقدر سرمایه تأسیس شده، کجا نوشته شده، کارش چیه، جایی هم که ثبت شده نوشته سرمایه نامعلوم، درآمدش چقدره،
به منم بگین اگه پیدا کردین. این یکی از شرکت‌های کاغذی ثبت شده خانواده مهرعلی‌زاده ایناست. تو خیریه پیوند مهر که عرض کردم، محسن بابا میشه رئیس هیئت مدیره. دو تا گلپسراش یاسر و ممدلی میشن عضو هیئت مؤسس. ممدلی تا آخرش به عنوان خزانه دار مؤسسه و عضو هیئت مدیره میمونه. خواهر جونشون هم سعید خانوم تا آخر عضو هیئت مدیره هست. تا آخر که میگم آبان 1388. آبان 88 منحل میشه خیریه. خب اعلام کردن که منحل شد و چی کار کردن تو این مدت که مثلا خیریه داشتن؟ نزدیک یک سال بعد از انحلالش بستن در خیریه، یعنی در 18 مرداد 89 انحلال خیریه مهر فلان ثبت میشه در روزنامه رسمی کشور. کسی هم نمیگه چرا منحل شد این خیریه، چرا نزدیک یک سال طول کشید تا انحلالش ثبت بشه. سازمان بازرسی کل کشور که کاری به اینا نداره. خیلی ها اصلا مؤسسه میزنن منحل میکنن اعلام نمیکنن، وقتی کارهای پنهانیشون تموم شد بعد میان اعلام انحلال میکنن. بعد از انحلال خیریه بلافاصله، یعنی همون سال 89، یه شرکت میزنن به اسم شرکت مروارید خردمندان اطلس که بعد از 2 سال اسمش عوض میشه، میشه ارزش آفرین اطلس. این تغییر اسم شرکت ها رو یک بار مفصل در برنامه عرض کردم خدمتتون که خود این هم برای صاف کردن، پاک کردن در واقع سیاهه صورت حسابهای قبلی است که به اسم قبلی چکای صادر شده، نمیدونم سفته های گذاشته شده، نمیدونم و تمام حساب کتابایی که، یعنی تمام خرابکاری هایی که در از نظر مالی شرکت قبلی کرده، هم آدمونشن هیئت مدیره فلان میگن شرکت اسمش عوض شد، ثبت میکنن به اسم جدید در روزنامه رسمی کشور. حالا موضوع این شرکت اطلس چی هست؟ موضوع شرکت ارزش آفرین اطلس. موضوع شرکت سرمایه گذاری در امور اقتصادی، اهم از تولیدی، صنعتی، تجاری، کشاورزی، خدماتی، پیمانکاری، انبوه سازی، ساخت و نظایر آن و مبادرت به عملیات مربوط به خرید و واردات حتی با ارز دولتی و تأمین هر گونه کالا، مصالح، مواد اولیه، ماشین‌آلات مرتبط با عملیات فوق، فروش و صادرات محصولات مصنوعات و خدمات حاصل از موارد فوق، خرید و فروش هر گونه کالای مجاز بازرگانی، همچنین تأسیس تکمیل توسعه، تأسیس و تکمیل توسعه نظارت فنی و اداره در ساخت انواع ابنیه. من این آن چیزی که غلط قلوت هم هست، این آن چیزی که در روزنامه رسمی کشور به عنوان موضوع شرکت ارزش آفرین اطلس نوشته شده خوندم براتون. چند سال بعد؟ 4 سال بعد میرین دنبال شرکته میگه 3 سال بعد میرین دنبال شرکته میگردیم میبینید اصلا فعالیتش رسما بانکداری است و مؤسسه های اعتباری. اینا داریم میبینین دیگه، حوزه فعالیت بانک ها و مؤسسات اعتباری. این موضوع شرکت که اومدن اعلام کردن من هیچی نمیدم، ببخشید. یه شرکت دیگه میزنن به اسم تجارت مرسوس با ساد دوتاش. گل پسر بزرگ یاسر جان نایب رئیس هیئت مدیره است. سال 90 تأسیس میشه. داریم درباره خانواده محسن مهرعلی‌زاده حرف میزنیم. فعالیت شرکت مرسوس چیه؟ ارائه خدمات فنی مهندسی،
طراحی، نظارت فنی بر اجرا و انجام عملیات اجرایی در زمینه‌های صنعتی، ساختمانی، عمرانی، شهرسازی، راهسازی، معدنی، خطوط لوله، آب، فاضلاب، تأسیسات صنعتی و ساختمانی، تأسیسات صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و خرید و فروش و صادرات و واردات کلی کالاهای مجاز و ماشین‌آلات مرتبط با موضوع و اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی و اخذ وام و تسهیلات بانکی، یعنی از شیر مرغ تا فلان. سال 90 تأسیس میشه، سال 96 منحل شد. در جلسه 3/5/96 اعضای هیئت مدیره توافق کردند که منحل شود. چرا؟ نپرس دیگه، منحل شد دیگه. چیکار میکردن تو این مدت؟ منحل شد دیگه. چقدر خوردن بردن؟ منحل شد دیگه. وجود نداره که دیگه. چقدر خوردن دیگه، این به هوش اقتصادی و مالی این خانواده و مخصوصا محسن بابا مربوطه که الان مقاد بشه رئیس جمهور. بذاریم برای اینکه این فعالیت های خانوادگیه. بله، ایشون آقای مهندس مهرعلیزاده هستن. یه بار دیگه نشون بدین من خدمت بینندگان عزیز و گرامی که خیلی دوست دارن ببینن این خانواده معظم رو، میتونیم نشون بدین یا من برم؟ کجای کارین؟ چرا با ما حرف نمیزنین آخه؟ خب ببینین، بزنین وقتی اومدن میگم ایشون که ما مهندس هستن که میدونین، اون بالا سعیده مهرعلیزاده است، اون وسطی یاسر جانه، اون پایینی هم ممدلی مهرعلیزاده است. خب یاسر مهرعلیزاده اون وسطی متولد 1360، یعنی الان 40 سالشه. باباش که معاون محمد خاتمی رئیس دولت اصلاحات بود و رئیس سازمان تربیت بدنی بود تو اون دولت، یاسر جان مشاور ارشدش بود. چه سالی؟ 80 تا 84. یعنی از 20 سالگیش یاسر جان مشاور ارشد باباش بود تو سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران. ما که متخصص نداریم که تو تربیت بدنی. کارهای دیگرش، عضو هیئت مدیره سپهر صنعت سورنا هم هستن یاسر جان، به نمایندگی از شرکت ارزش آفرین اطلس. ایشون عضو هیئت مدیره طراح صنعت شارع هستن که عرض کردن لازم معلوم نیست چیکار میکنه، چقدر در آورده. عضو هیئت مدیره توسعه صنعت مهر سبا هستن، عضو هیئت مدیره پاسارگاد تراکتور ارغوان هستن، عضو هیئت مدیره توسعه انرژی مهر سبا هم حسن. یاسر جان ممدلی داداش کوچیکه که 2 سال ازش کوچیکتره، 2 سال از یاسر جان کوچیکتره، جزو کارهای مهمی که داره البته عضو هیئت مدیره شرکت محتوا پرداز پارسم هست. ارائه دهنده، میدونیم محتوا پرداز پارسه ارائه دهنده یه سرویس ارزش افزوده تبلیغات پیام کوتاه. با این ممدلی مهرعلیزاده و سرویس دزدی کلان ارزش افزوده از جیب مردم یه موقع کار خواهیم داشت حتما. ما اصولا باید به این ماجرای ارزش افزوده بپردازیم، دیرم کردیم و همین الان عرض می کنم که ممدلی خان مهرعلیزاده منتظر باشه که بهش در این برنامه سرویس ارزش افزوده که بسیار مهمه برای اینکه بدانید جزئیاتشو خواهیم پرداخت. خب سعیده مهرعلیزاده دختر بابا محسن 32 سالشه که با مدرک کارشناسی طراحی دوخت و دوز یعنی خیاطی چیکاره میشه؟ میشه دبیر شورای راهبردی سلامت گردشگری در منطقه آزاد کیش.
دبیر شورای راهبردی سلامت گردشگری در منطقه آزاد کیش، کی؟ 14 مرداد 98. حکمشو کی امضا کرد؟ غلام حسین مظفری، یکی از دوستای بابا محسن. تو حکمش نوشته نظر به شایستگی و تجربیات ارزنده سرکار به عنوان دبیر شورای راهبردی گردشگری سلامت منصوب می شوید. تجربیات ارزنده سعیده مهرعلی‌زاده در چه کاریه؟ تجربیات ارزندهش حالا اونجا قراره چی کار بکنه؟ سعیده نظارت و سیاست گذاری به منظور ایجاد تسهیلات و خدمات پزشکی مطلوب و ساماندهی برای درمان و تندرستی گردشگران متقاضی. ببینین این سعیده تو هیچ شرکتی تجربه یه روز مدیریت هم نداره، هیچ شرکت، حتی توی خیاط خونه دو نفر مدیریت نکرده، کار نکرده. بعد نظارت و سیاست گذاری به منظور ایجاد تسهیلات و خدمات پزشکی مطلوب و ساماندهی برای درمان تندرستی گردشگر، اینا همه از نبوغ محسن مهرعلی‌زاده است در حوزه اقتصادی که به فرزندانش سرایت کرده، سرایت داده. حالا اینا تو حوزه اقتصادی است. محسن مهرعلی‌زاده تو عرصه آزادی ها و حقوق شهروندی هم خیلی حرفا داره. تو جمهوری اسلامی آقا همه ایرانی هستند، همه تابع قانون اساسی هستند، همه می توانند همه حقوق شهروندی که هست کردن، به قول شما رئیس جمهور شدن، وزیر شدن، وکیل شدن، نمیدونم مدیر شدن بهره بعد استفاده بکنن. هیچ وقت نگفت آقا مثلا یک التسن نمیتونه وزیر بشه. همه میتونن رئیس جمهور بشن، وزیر بشن، کی گفته نمیتونه بشه؟ این حرفای حق بازانه اصلاح طلب هاست بویژه، انگار دارن تو مریخ زندگی میکنن. هفته پیش درباره محرومیت 70% جمعیت کشور از رئیس جمهور شدن طبق قانون اساسی و قانون انتخابات ریاست جمهوریشون گفتم. دلم میخواد یکم روی این موضوع رئیس جمهور نشدن زنان در جمهوری اسلامی مکس کنیم، شاید یک جواب کوچکی باشد به جناب محسن مهرعلی‌زاده و ازناب و بقیهشون و خانواده‌شون و نمیدونم اینا. ببینید از کجا آمده این رئیس جمهور مرد شیعه؟ از سالها پیش از انقلاب 57، از سید حسن مدرس و روح الله خمینی. من جزئیات این موضوع رو در برنامه هفته آینده خواهم گفت یا شاید در یکی از برنامه به طور مفصل تر بهش بپردازیم. خب بریم پرده آخر. نیاد تو این روزه ننشیند، میخوام سر به تنش نباشد آقا. تعارف نداریم، تعارف نداریم آقا، تعارف نداریم. اگر قرار باشد زن و بچه های ما در عزای اهل بیت عرض ادب نکنن، شیون نکنن، گریه نکنن، میخوایم چه کنیم اینا را؟ ما که مثل شما نیستیم، برای هدفهای دیگه زن نگرفتیم، ما زن گرفتیم که گریه کن برای امام حسین درست کنیم. شب روزگار خوش.